واکنش های گسترده به برهنه شدن یک دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و نویسنده مشهور ترکیه ای بریتانیایی به اقدام دختری دانشجو که روز شنبه در اعتراض به هجاب اجباری لباس هستند در آورد واکنش نشان داده و این اقدام اعتراضی را ستایش کرده اند. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی میگوید بدن دختری که در اعتراض به حجاب اجباری در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران لباس هستند در نماد اوسیان و شدت خشم و تغیان است. صفحه این استاگرامی منصوب به او روز یکشنبه شنبه 13 آبان نوشت زنان تاوان سرپیچی را میدهند اما در مقابل زور سر خم نمی کنند. خانم محمدی در این متن با بیان اینکه اقدام این زن به دلیل فشار نیروهای حراست به او بر سر رعایت هجاب اجباری رخ داده نوشت حکومت نمیتواند با برچسب روانی بیمار جنسی و فریب خورده علیه زنان معترض آنها را وادار به عقب نشینی کند. این فعال حقوق بشر در ادامه گفت به جای زن معترض می بایست آملان و آمران پدیده ننگین هجاب اجباری تحت آزمایش روانی قرار گیرند که به خود اجازه می دهند در هر مکان و هر زمانی بدن زن را ابزار خشونت علیه او قرار دهند. روز شنبه ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که یک دختر را با لباس زیر در محوطه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران نشان میداد. در یکی از این ویدیوها دیده می شد که ماموران با خشونت این دختر را به داخل یک خودرو می و او را با خود می برند. پس از آن کانال تلگرامی خبرنامه امیر کبیر گزارش داد که این دختر توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به یک بیمارستان روانپزشکی منتقل شده است. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد و روزنامه وابسته به این دانشگاه مدعی شدند این دختر دانشجو دچار بیماری و اختلال روانی است. این نخستین بار نیست که مقام و رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی مخالفان و معترضان را به اختلال روانی متهم می کنند و آنها را به شکل اجباری و قهری به مراکز درمانی انتقال می دهند. از سوی دیگر الیف شفاک نویسنده ترک بریتانیایی و فعال حقوق بشر روز یکشنبه در حساب کاربری این استاگرام خود نوشت به شکل اتفاقی داشتم شعری از فروغ فرخزاد را میخواندم که این تصویر دختر معترض را آنلاین دیدم. دنیا جای بسیار دردناک و شکسته ای است به خصوص برای زنان. این نویسنده که از حامیان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 بود در ادامه نوشته است امروز به زنان ایران فکر می کنم و همچنین به همه زنان و کودکان در غزه، سودان و اوکراین که بدترین عواقب جنگ، خشونت و آسیب را متحمل می شوند. امروز به زنان افغانستان فکر می کنم. در چنین روزگاری یک زبان زنستیز عجیب در آمریکا در حال رشد است. سرکوب زنان و برخورد نیروهای امنیتی در برابر معترضان به هجاب اجباری از شهریور 1401 و به دنبال جانباختن محسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که اعتراضهای گستردهی به دنبال داشت تشدید شده است. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران نیز دیروز اعلام کرد موضوع این دختر را به دقت زیر نظر دارد. پیشتر سازمان عفه بین الملل نیز خواستار آزادی فوری این دختر شده و از مقام های ایران خواسته بود که مانع از شکنجه و بدرفتاری با او در زمان بازداشت شوند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند. این سازمان همچنین بر تحقیقات مستقل درباره موضوع مطرح شده ضرب و شتم و خشونت جنسی در حین بازداشت این دختر تاکید کرد.